سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. فاقتطاره تیم منچستر یونایتد بار دیگر یک تنه تیمش را شکست نجات داد. آنسو فاتی گولی که به دینامو زد را به سرخ و اکبرو تقدیم کرد. مهاجمی که با بیماری قلبی دست به گریبان است. ستاره لیسانی بایر مونیخ در صدومین بازی اروپایی خود شروع بسیار خوب داشت. آسیب دیدگی فاقتطاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن جدی است و او برای مداوا باید راهی مادرید شود. بعد از شکست تحقیرآمیز مقابل لیورپول، اولی گونار سولشایر در یک قدمی اخراج قرار داشت، اما پیروزی مقابل تاتنهام فشار از روی این مربی برداشت. سرمربی یونایتد این اتفاق را مدیون درخشش کریستیانو رونالدو بود که یک بار دیگر در نقش ناجی ظاهر شد و به عنوان یک رهبر در داخل زمین تیمش را به برد در دشمن پیش از رویاروی حساس با آتالانتا در لیگ قهرمانان اروپا رساند. منچستر یونایتد بعد از پیروزی شیرین مقابل تاتنهام در حال مقابل آتالانتا قرار گرفت که در شب سوم مرحله گروهی به سختی و با گل دقایق واپسین رونالدو این تیم را در ورزشگاه اوترافورد شکست داده بود. بازی در خانه آتالانتا اما به مراتب سخت‌تر از بازی رفت بود و سولشایر یک بار دیگر امیدوار بود که تیمش با درخشش رونالدو سربلند از زمین خارج شود. این عادت که شاید برای هواداران یونایتد اعصاب خراب کن باشد، اما یک بار دیگر تکرار شد و فوق‌ستاره پرتغالی یک تنه تیمش را شکست در ایتالیا نجات داد. تیم اولی در بازی دیشب هم دست و پاچه شروع کرد و تا به خودش بیاید در دقیقه 12 گل خورد. وظیفه جبران این گل طبق معمول به عهده رونالدو بود و این بازیکن در اولین دقیقه از وقت‌های تلف شده روی پاس فرناندز و با یک حرکتی که معمولاً فوتبالیست‌ها آن را انجام می‌دهند، به زیبایی دروازه حریف را باز کرد تا تیمش بازنده راهی رختکن نشود. داستان نیمه دوم مشابه نیمه اول بود و آتالانتا یک بار دیگر گل زد. این گل در دقیقه 56 توسط زاپاتا به ثمر رسید تا بار دیگر نگاه‌ها به جای سرمربی تیم به رونالدو معطوف شد. شماره 7 منچستر که به خوبی از وظیفه سنگینی که به دوشش بود آگاهی داشت و آخرین لحظه برای جبران گل خورده جنگید و در نهایت مثل نیمه اول در اولین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه دوم دروازه حریف را باز کرد. کریس این بار با شوت روی پا از پشت محوطه جریمه دروازه را هدف گرفت و ضربه‌اش مثل بازی رفت درست جایی رفت که باید می‌رفت. با این ترتیب گل تساوی در اوج ناامیدی برای یونایتد به ثمر رسید تا دبل رونالدو اولی را شکست که می‌توانست او را یک قدم دیگر به برکناری نزدیک کند بگریزد. عملیات نجات رونالدو در یوسیل این فصل قابل توجه است. او در دقیقه 95 بازی با ویاریال گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند. در بازی رفت مقابل آتالانتا به گل دقیقه 82 بود که منچستر پیروز شد و دیشب هم دوباره در دقیقه 91 شاهد گلزنی این بازیکن بودیم که باعث شد تیمش از شکست 2-1 فرار کند. سولشایر پس از بازی برای توصیف میزان اثرگذاری و درخشش رونالدو او را با یکی از بهترین بازیکنان تاریخ لیگ بسکتبال NBA مقایسه کرد. او به بین اسپورت گفت: ما عملکرد خوب داشتیم، آماده بودیم و همان کار را انجام دادیم که در اولترافورد انجام داده بودیم. ما موفق شدیم به گل برسیم و یک امتیاز بسیار حساس را از این بازی به دست آوریم. رونالدو باور نکردنی است. اگر کسی باشد که بخواهد توپ را در دقیقه آخر به او برسانید، بدون شک رونالدو است. او بهترین گلزن حال حاضر جهان است و گفتن این جمله برای من دشوار است، چون او با دو گل که امشب زد از رکورد من عبور کرد و حالا یک گل بیشتر از من برای یونایتد به ثمر رسانده، اما به او تبریک میگویم. این بازیکن پرتغالی موفق شد با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند تعداد گل‌های زده اش برای یونایتد را به عدد 127 گل در 303 بازی رساند. این یعنی او یک گل بیشتر از اولی گونار سولشایر سرمربی فعلی یشتر اولد ترافورد به ثمر رساند که آمار 126 گل در 366 بازی را در کارنامه دارد. او پس از ثبت این رکورد و ارائه نمایش درخشان به بی تی اسپورت گفت: بازی سخت بود. من میدانم که بازی کردن در برگامو دشوار است، اما ما تا آخر به خودمان باور داشتیم و من بسیار خوشحال هستم. ما هرگز تسلیم نمیشویم و این نتیجه خوب برای ما بود. آغاز بازی سخت بود. ما میدانستیم که آتالانتا فشار بسیار به تیم وارد میکند. آنها مربی بسیار خوب دارند و وقت من در یومیتوس بودم بازی برابر آنها همیشه سخت بود. بارسلونا از دیداری که به سه امتیازش نیاز حیاتی داشت دست پر خارج شد و این را مدیون آنسو فاتی است. بارسا با گل این بازیکن بود که بر دینامو کیف پیروز شد و حالا شانس بالایی برای صعود به 1/8 نهایی لیگ قهرمانان دارد. فاتی که دو بازی قبلی بارسا را از دست داده بود در بهترین زمان ممکن بازگشت و ناجی تیمش شد. ستاره 19 ساله در پایان بازی گفت: برای صعود مبارزه خواهیم کرد و حالا همه چیز به خودمان بستگی دارد. میدانستم که هفته مهم در پیش است و هر طور شده قصد داشتم به این بازی برسم. هرچند کاملا بهبود پیدا نکردم، ولی رفته رفته به فرم خوب خودم برمیگردم. باید برای چالش های بعدی آماده باشیم و نگاه ما رو به پیش است. تقدیم گل به اکبرو؟ بله، گلم را به او تقدیم کردم و این پیروزی برای او بود. بایر مونیخ در دیدار برابر بنفیکا با نتیجه 5-2 به پیروزی دست پیدا کرد تا با 12 امتیاز صعودش را به دور بعدی قطعی کند. طبق روال ستاره بایر مونیخ لواندوفسکی بود که هتریک کرد. دیشب برای ستاره لهستانی بایر مونیخ شب ویژه‌ای بود و او با حضور در ترکیب تیمش مقابل بنفیکا برای صدومین بار در یک دیدار از لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت. 26 دقیقه از بازی نگذشته بود که لواندوفسکی موفق شد در بازی شماره 100 خود هم گلزنی کند. این 79مین گل ستاره بایر مونیخ در این ساعت بازی بود که روی حرکت چشم نواز کومان و سانتر دقیق او به دهانه دروازه به ثمر رسید. لواندوفسکی روی ارسال کومان جایگیری بسیار خوب در دهانه دروازه داشت و با ضربه سر گل اول تیمش را به ثمر رساند. کمتر از 10 دقیقه پس از گل اول بایر مونیخ گل دوم را هم وارد دروازه بنفیکا کرد.
لیواندوفسکی که در گل اول در نقش گلزن ظاهر شده بود، این بار پاس گل دوم تیمش را به گنابری داد تا این بازیکن با یک ضربه دیدنی دروازه حریفی را باز کند. البته این پایان ماجرا برای مهاجم بایرن مونیخ نبود و او در اولین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه اول و در حالی که بازی با نتیجه 2-1 به سود بایرن مونیخ در جریان بود، پشت ضربه پنالتی استاد که گل کردن آن همراه بود با دبل در یک نیمه برای او. لیواندوفسکی اما این ضربه را از دست داد تا شب پرماجرایی در صدومین بازیش داشته باشد. لیواندوفسکی با احتساب این بازی رکورد گرت مولر را شکست. استوره فقید فوتبال آلمان با 62 گل رکورددار گلزنی برای بایرن مونیخ در بازی‌های اروپایی بود و این رکورد حالا به لیواندوفسکی با 64 گل رسیده است. ستاره بایرن مونیخ همچنین آمار بهتر نسبت به دو فوق ستاره دنیای فوتبال مسی و رونالدو در 100 بازی لیگ قهرمانان اروپا ثبت کرده است. کریستیانو رونالدو وقت صدومین بازی خود را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد، 64 گل زده در کارنامه داشت. این عدد برای مسی 77 است، آماری که برای لیواندوفسکی 81 است. بازیکنان که تا 100 بازی نخست در لیگ قهرمانان اروپا بیشترین تعداد گل را ثبت کرده اند. با نقل از الموندو، میسی که در تابستان راهی پاریس سن ژرمن شد نتوانست انتظارات را برآورده کند. این بازیکن آرژانتینی در فهرست پاریس سن ژرمن برای دیدار برابر لایپزیگ قرار نگرفت. طبق اعلام الموندو، آسیب دیدگی میسی از ناحیه زانو 2 ماه است که او را همراهی میکند. به طور که در دیدار تیم فوتبال آرژانتین برابر ونزوئلا در انتخابی جام جهانی مصدوم شد و این مصدومیت دوباره اوت کرده است. این روزنامه اسپانیایی در ادامه گزارش خود نوشت غیبت میسی تنها برای لایپزیگ نیست. او در چند بازی نمیتواند پاریس سن ژرمن را همراهی کند و برای تکمیل مداوا باید راهی مادرید شود. باشگاه پاریس سن ژرمن به صورت دقیق درباره آسیب دیدگی میسی صحبت نمی کند و حتی پوچینو هم با ابهام در این باره صحبت کرد و به نظر می رسد که داستان راموس این بار درباره میسی هم در حال تکرار شدن است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.